این برنامه به همکاری مؤسسه صحت روانی افغان روان، انستیتیوت علوم صحی و مؤسسه تحصیلات عالی عاطفی به شما تقدیم می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب حضور شما عزیزای داخل خانه، امیدوارم که شاد و سر حال و پر انرژی باشین و همچنین عرض سلام حضور شما عزیزا، خوش آمدین. خوبی نمیگی؟ شما مریضین؟ خدا نکنه. کمی دکتر خدا اینا هم دکترن دیگه، باز میشه که یک چند تا داروی تجویز کنی حال اینا خوب شه. بحث امروز شروع میکنیم درباره ارتباط مؤثر، که ببینیم مثلا ارتباط چی هست، چطور میتونیم ارتباط برقرار کنیم، موانع ارتباط برقرار کردن چیا هستن و ای که خود ما در ارتباطات چه نقشی داریم، چطور میتونیم ارتباطات خود گسترش بدیم، چطور میتونیم مانع از فسق یا فصل ارتباط بشیم. مؤسسه افغان روان بخش ارائه ای برنامه را به عهده داره که من هم هستم جزء افغان روان. بیایم درباره ارتباط ببینیم که چی هست، مهارت برقراری ارتباط. ما قبلا درباره مسئله خودآگاهی همدلی صحبت کردیم، امروز میخوایم درباره مهارت برقراری ارتباط صحبت کنیم که چقدر اهمیت داره، آیا اصلا اهمیت داره یا نه، چقدر مهم هست و این ما چطور میتونیم افزایش بدیم. به نظر شما آیا ما میتونیم ارتباط نداشته باشیم یا ارتباط تا چقدر میتونیم داشته باشیم؟ چقدر جواب زیاد من میگیرم همین وقتا. خب خانم معمولا خب از نظر هوشی بالاتر از پسر آیان دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ خب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خود انسان یک موجودیه که او نیازمندی خود به تنهایی نمیتونه برطرف کنه، بناهن او ضرورت احساس پیدا میکنه با دیگران ارتباط یا رابطه برقرار کنه تا که از اونا با کمک از اونا بتونه نیازمندی خود رفع بسازه. پس میگم ارتباط خیلی مهمه، هیچ کس نمیتونه با کس ارتباط برقرار نکنه. پس یعنی ارتباط جزء لاینفک زندگی بشره. بسیار عالی. خب ارتباط، زمان ما موفقیم که کمیت ارتباط خود زیاد کنیم و چی؟ کیفیت رو بالا ببریم. اگر که ما تعداد افراد زیادی رو بشناسیم، با اونا در ارتباط باشیم و از طرفی کیفیت ارتباط بالاتر باشه، موفقیت ما بیشتر میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه وقتی ما یک هدفی رو تعیین میکنیم برای خودمان، نیاز به ابزارهایی داریم که این ابزارها ما رو به اون هدف برسانه. اگر که ابزارهای ما کم باشه یا محدود باشه، ما اون هدفی رو که برای خود تعیین میکنیم به اون نمیرسیم. بنابراین کمیت روابطمان رو افزایش بدیم، کیفیت روابطمان رو ارتقا بخشیم. خود ارتباط یعنی فرایند ارسال و دریافت پیام. یعنی ما باید پیامی در روان کنیم، پیامی رو هم دریافت کنیم. پس ارتباط یک رابطه یک طرفه نیست، رابطه دو طرفه‌ایه. اگر شما بگید من کتاب میخونم یعنی ارتباط برقرار میکنم، نه، به این معنا نیست که کتاب با شما ارتباط برقرار میکنه. یا اگه فقط شما تلویزیون نگاه کنید، این ارتباط برقرار کردن نمیشه. چرا؟ طبق تعریف میگن فرایند، یعنی جریان ارسال و دریافت پیام. یعنی شما زمانی که با یک موجود زنده ارتباط برقرار میکنی، یعنی به او میگی مثلا بشین، پیام روان کردی، عکس‌العمل او دریافت پیام دوباره هست. یعنی شما وقتی میگی بشین و میشینه، شما او حالتی که میبینی پیامی که پس برمیگرده به شما نشان میده که شما پیام کامل کردین، دریافت و ارسال پیام. مهارت ارتباطی در حقیقت کمک میکنه که ما به شکل موثرتر و کاراتر زندگی کنیم و در کار خود خود موفق باشیم. من از اینا سلایدایی رو برای شما میدم، چون اگر بخوایم بنویسین وقت شما خیلی میگیره. موثر بودن یعنی چی؟ یعنی موثر بودن پیام، یعنی پیام با احتمال بیشتری به مخاطب برسه. خیلی وقتها اگر پیام ناقص برسه به شخص مخاطب، باعث از این میشه که چی؟ سردرگمی پیش بیایه. اگر میخواین سوء تفاهم ایجاد نشه در روابط، باید پیام سعی کنید خیلی واضح و درست ارسال کنین. اگر پیام ناقص باشه، باعث از این میشه که چی؟ سوء تفاهمات زیاد شه و ارتباط کلن از بین بره. پس ما باید
این مهارت به شکل درستش یاد بگیریم که بتانیم از طریق ارسال پیام صحیح و کامل او تاثیرگذاری که میخوایم داشته باشیم. اگر پیام کامل پس نباشه، ارتباط فسخ میشه. اصلاً چیزی به عنوان عدم ارتباط اصلا وجود نداره، زیرا انسان ها نمیتونن فاقد هر گونه رفتار باشن و هر رفتاری در یک شرایط تاثیر متقابل داره ارزش های پیامی است. پس ما بدون ارتباط زندگی نمیتونیم کنیم. تمام عمل کرده ما، تمام رفتارهای ما خودش یک نوع ارتباط هست. چقدر مهمه. 75% از زندگی ما صرف ارتباط میشه و در اصل ارتباطات برندان کسی است که بتونه خوب ارتباط برقرار کنه. پس کسی موفقه که ارتباط خوب برقرار کنه. چه شرایطی داره رو پیشتر میریم میگیم. مهارت ارتباط خوب به ما کمک میکنه روابط سالم و رضایت بخش رو با دیگران داشته باشیم. از طرف دیگر مهارت های ارتباطی ضعیف میتواند به گونه ای باشد که سوء تفاهمات و احساسات منفی منجر شود. مهارت برقراری ارتباط یکی از پیش بینی کننده های سلامت است. اگر شخصی بتونه خوب ارتباط برقرار کنه، نشون میده که سلامت روانی داره. اگر شخصی نتونه ارتباط خوب برقرار کنه، باعث از این میشه که بگیم این شخص مشکل داره، مشکل روانی داره. در ارتباطات ما باید چندین نکته رو در نظر بگیریم. اگر که حالا این ارتباط درست برقرار نشه، بیایم ببینیم که چه چیزایی، چه اتفاقاتی میفته. پیامدهای فقدان مهارت‌های ارتباطی: ایجاد سوء تفاهم، نارضایتی از روابط با دیگران، احساس تنهایی، کاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگی، آسیب پذیری و کاهش توانایی در مقابله با مشکلات، انزوا و طرد، استرس و فشار روانی، احساس خشم و تعارض، ناکامی در ارضای نیازها. پس پیامدهای فقدان مهارت‌های ارتباطی دارای پیامدها هست. اگر پس ما ارتباط صحیح نداشته باشیم، سوء تفاهم بدترین حالته. یعنی خیلی بد میشه که ما نتونیم پیام کامل برسانیم یا نتونیم حرفی رو بگیم. خیلی وقتا در ارتباطات ما بعضی چیزها رو فراموش میکنیم، یعنی که میخوایم حرف خود همون لحظه بگیم، در حالی که نه شرایط و نه زمان مناسب و نه مکان مناسبی هست برای گفتن او پیام یا گفتن همون مسئله، که اینا رو هم پیش میریم که ببینیم. اگر بخوایم ارتباط برقرار کنیم، از چه چیزایی ناشی میشه؟ نیازهای مادی، نیاز به امنیت، نیاز به تعلق و احترام، نیاز به صمیمیت، نیاز به حمایت و تایید. یعنی ما بر اساس نیازهای خودمان که میایم ارتباط برقرار میکنیم. این نیازها هست که ما را مجبور میکنه که بیایم ارتباط برقرار کنیم. اگر نیاز مادی نباشه، مثلا اگر ما بخوایم یک کار وظیفه پیدا کنم، پس نیاز دارم که ارتباط برقرار کنم با افرادی که شاغل هستن، با افرادی که مهارت دارن در کارهای مختلف، با افرادی که سرپرست هستن، با افرادی که رئیس هستن، پس باید با اینا ارتباط برقرار کنم. چرا؟ به خاطری که میخوایم که کار پیدا کنم و از اون کار عایدی داشته باشم. نیاز به امنیت، اگر من قرار باشه که در جایی که زندگی میکنم راحت و آسوده زندگی کنم و سر راحت بگذارم بخوابم، پس باید با اطرافیان خودم خیلی خوب باشم، رفتار خوبی با اونا داشته باشم، احترام به اونا بگذارم، ارتباط خوب و حسنی رو برقرار کنم که از طرف اونا احساس امنیت کنم. تعلق و احترام به هر ترتیب، اگر من دوست دارم کسی به من پرخاش نکنه، حرف بد نزنه، رفتار بد با من نکنه، پس من هم باید متقابلا این کار رو انجام بدم. نیاز به صمیمیت هست. نیاز به صمیمیت هست. وقتی ما نیاز داریم یکی باید با ما باشه، با او صحبت کنیم، همدلی کنیم، یا یکی با ما باشه که به گپای ما گوش کنه، باید ارتباط برقرار بشه. و همچنان نیاز به حمایت و تایید. خیلی وقتا ما کارهای خیلی بزرگی رو انجام میدیم، ولی چون تنها میمانیم لذتش میای پایین. ولی اگر یک تعدادی باشن تایید کنن، تشویق کنن، آفرین تو همین کارو کردی، انگیزه ای پیدا میشه که ما او کار مثبت دوباره بیشتر و بیشتر انجام بدیم و تقویتش کنیم. هدف برقراری ارتباط انتقال پیام از در قالب چی؟ ما اگر میخوایم پیامی رو انتقال بدیم، باید چند نکته رعایت کنیم. نمیتونیم بگیم مثلا یک نفری از اقاربی از دنیا میره بگه، نمیتونه بیای بگه پدرم از دنیا رفته. این چنین چیز امکان داره؟ نه، خیلی سخته. مثلا یکی میاد میگه پدرم از دنیا رفته، چقدر خوب. ای دقیقا نشان میده که یا دروغ داره میگه، یا اصلا کلا بیچاره شوک عصبی به سرحد فاز سه ایران پرونده دیگه. انتقال احساسات، یعنی در قالب احساسات باید ارتباط بیان بشه.
خیلی وقتا ما میایم خیلی تصنعی و دروغی یک رفتار رو انجام بدیم، فکر میکنیم طرف مقابل نمیفهمه، در حال که نه، اون میفهمه، او خوب میفهمه. مثل از اینکه ما نگاه یک نفر میگیم، این نگاهش نشان میده که یک خباثتی پشت ازی هست، یا یکی از میگه من اصلا ازم نگاهی فهمیدم آدم مهربانیه، یا از حرکات بدنی ما متوجه شدیم که همین آدم داره درست میگه یا دروغ میگه. در زبان بدن، بادی لنگویج، راجع به اینا صحبت میکنه. پس انتقال احساسات، بیان نیازها و خواسته ها، انتقال اطلاعات، این سه جزء انتقال پیامه. یعنی باید ما پیامی رو که میخوایم انتقال بدیم، احساسات هم در او باشه، یعنی واقعی باشه، دروغی نباشه، و یکی بیان نیاز باشه. یعنی ما نیاز خود باید بیان کنیم، نه ای که کوچه این دایرکشن، هی دیگه دایورژن بزنیم دیگه، هی فرعی بریم، حاشیه بریم تا برسیم به حرف اصلی. نه، باید پیام همراه احساسات، نیازها و خواسته و اصل اطلاعات رسیده بشه. مثل از این که یک نفری آمد پیامی رو برسانه به، حتما همه که شما شنیدین، دوستای داخل خانه هم شنیدن، یک نفری میره به جنگ، این رو حتما همه که شنیدین، میره به جنگ، خلاصه این کشته میشه، اما قماندان حالا تولهی بوده، هرچی بوده، میگه که ما چی رقم خبر برسانیم بر مادر پیر از این که مادری حالا نمورد سکته نکنه. یکی از بچه همونجا میگه من این رفیق ما بود، به امتر یک محل بودیم زندگی میکنم، من میفهمم، میگه خوبه، میگه برو به شفر برزو بفهمون، یک رقمی بفهمون که مادر سکته نکنه. این هم میگه خوبه، میره به دم خونه، خلاصه در میزنه، این مادر پیر در رو وا میکنه، میگه که غلام سخی جان هسته؟ میگه نه غلام سخی جان خب به جنگ رفته. میگه ها راست، میگه خبر دارم اینا. باز میگه بیایم به داخل، خلاصه چای برزی میگذاره، چند دقیقه اختلاط میکنه که پرسان میکنه مادر تو ایشتنه؟ میگه خوب شکر الحمدلله. میگه که باز پرسان میکنه غلام سخی جان به کجا؟ میگه خب ما خب تو بگفتم شما خب به یک جایی، به جنگه. به جنگ مگه نیه؟ میگه انی خبر نداره، وقت بمرد. انتقال پیام ها مثلا این چنینی داریم، یا بعضی ها هستن خدا اینا رو خیر بده، بعضی وقتا به من زنگ میزنن خبرهای منفی رو یک دفعه‌ای ارسال میکنن، فلانی ها بله ها همچه اتفاق بیفته، فلانی به شفاخانه بمرد، اگر راستی چه کار کنیم خدازی؟ حالا من دیگه بعضی وقتا میگم فلانی سایکو، به فلانی حال همچین گپی رو نزنی که این استرس، او چون از اقوام نزدیکی نه، استرس زیادی برو بار میشه، دقیقا همون کار رو میکنه. انتقال پیام ها با احساسات خاص، این باز راجب نام صحبت میکن. انتقال احساسات، پس بیان نیازها و خواسته و انتقال اطلاعات در ارتباط خیلی مهمه، و باید بدانیم چطوری کار انجام بدیم. اعضای ارتباط ببینیم که از چی تشکیل میشه. یک ارتباط پیام داره، فرستنده داره، گیرنده داره، وسیله ارسال پیام داره، بازخورد داره، شرایط و محیط ارسال پیام هست، موانع و محدودیت ها، قواعد و هنجار ها و عرف، دانش مشترک، رخدات های پیشین، انتظارات. یک ارتباط اینا رو همه گیره با خود داره. مثلا پیام باید یک مسئله باشه، مثل من دارم پیام برای شما میرسونم، راجع به یک موضوعی صحبت میکنیم، فرستنده کیه؟ من هستم. گیرنده کیه؟ شما. یعنی شما پیام میگیرین از طریق صوت یا از طریق تصویر. وسیله ارسال پیام من مثلا زبان هست، زبان بدنم هست، حرکات من هست، نگاه کردن های من هست، اینا وسیله های ارسال پیامه. بازخورد چیه؟ یعنی شما حرکتی که دارین، بله، لبخند، خندیدن، سوال پرسیدن، اینا میشه بازخورد دادن. یعنی من چیزی رو که میگم شما در مقابل او عکس العمل نشون بدین. شرایط و محیط ارسال پیام که شرایط همین چیه؟ محیط، شرایط روز هست و ساعت مشخصی است که ما این کار انجام بدیم. موانع، محدودیت ها و قواعد و هنجارها و چیزهای مختلف که روی موانع میرسیم که چطور یک پیام ارسال نمیشه. پس اینا میشه اجزای پیام. درست شد در اینجی؟ اگه پیام ارسال بشه، او پیام دریافت نگردد، یا اینکه کامل دریافت نگردد، اصطلاحا سوء تفاهم به وجود میاد. پس اگر پیام کامل نرسه، سوء تفاهم ایجاد میشه. اگر کامل رسید، مشکلی نداره. سوء تفاهم ها معمولاً در بین انسان ها زیاده، در بین فامیل ها زیاده، در بین دوستان زیاده. مثل از این که امروز
قرار بوده که من به خانه بمانم. یکی از اقوام اقارب زنگ زده گفته فلانی کجایی؟ گفتم حال من خوب نیه، من باید به خانه باشم. استرا گفته خوبه، پس من میام به دیدن تو. گفتم صحیحه. بعد از او یکی دیگه زنگ میزنه پرسان میگه فلان جا خیلی عاجل تو رو کار دارن، لازمه باید باشی. عاجل من اونجی میرم کار خود انجام میدم، ولی یه قوم ما میای به خونه میبینه من نیام. بعد از نیم ساعت بعضی که یه آدم آمده نیم ساعت گذشته، بعد من رسیدم به خونه. او از من ناراحت میشه. چی احساسی در رو پیش میایه؟ ناراحتی که میگه تو حتما دروغ گفتی، تو مریض نیه، تو اگه مریض بودی باید میموندی به خونه. حالا در این بین دو مسئله یه. یکی ای که پیام شخصی که برام زنگ زد کامل نرساند. چرا؟ گفت من میایم به دیدن تو، ولی نگفت چه ساعتی. وضاحت پیام، یعنی اطلاعات باید کامل باشه دیگه، چه ساعتی رو مشخص نکرد. و این باعث ازی شد که برام وقتی کار پیش اومد من عاجل برم. و دوم ای که او نپرسید که در چه وضعیت، یا آیا نمیتونی راه بری؟ نه، وضعیت کامل از طرف من هم گفته نشد، از طرف او هم پرسیده نشد. و سوم ای که خب حال من رسیدم، شما رو دیدم و ارجحیت زمان بندی کارها رو درک نکرد، همه هم او. پس ببینیم که یک پیام ناقص، یک زمان بندی، مثلا میگفت که ساعت ده میایم، در حالی که مثلا کسی که برای من زنگ میزنه یا کار داره میگه همین تایم من قرار دارم، دیرتر میایم. بهتر حل نمیشد؟ مشکلی هم پیش نمیامد. پس ببینیم که ما در زمانی که پیام میخوایم برسانیم یا صحبتی رو میخوایم کنیم یا جایی میخوایم بریم یا حتی ارتباطی رو میخوایم داشته باشیم، باید این در نظر بگیریم که ما تمام جزئیات باید در پیام خود داشته باشیم، تمام جزئیات، ولی به شکل خلاصه. اگر که ما خلاصه نداشته باشیم صحبتی رو، یعنی پیشاپیش فکر نکرده باشیم، باعث از این میشه که مشکلات ایجاد بشه. مهارت داشتن در ارتباط مانع سوء تفاهم میگردد. نسبت کامل بودن یک ارتباط، یعنی یک ارتباط اگه بخوایم بفهمیم چقدر کامله باید چی داشته باشه؟ معنای پیام در ذهن گیرنده، معنای پیام در ذهن فرستنده. یعنی اگر من پیامی رو که میدم، صحبتی رو که میکنم، یک معنی در ذهن من داره. مثلا میگیم خوب، این پسر چقدر خوبه. حالا او خوب بودن در ذهن من یک معنی داره، در ذهن شما دیگه معنی داره. خیلی از مفاهیم به همین شکله. هر کسی با توجه به تجربیات و درک خودش تعبیر تفسیر میکنه. درست شد؟ حالا این معنایی که من مثلا پیام خود ارسال میکنم باید در ذهن گیرنده هم همون معنا رو ایجاد کنه. اگر اون معنا رو ایجاد نکنه سوء تفاهم پیش میایه. مثل همین قضیه‌ای که گفتم، یا مثل صدها قضیه دیگه‌ای که در زندگی ما شما مدام رخ میده. من به همراه یک نفر می‌خوام که دوست شوم، ولی دوست من راضی نیست که من همراه از او هم دوست شوم، حالا بنا به هر چیزی که از او دیده اینا. حالا من اصرار بر ازی دارم که چی میگم، من باید دوست بشم. بعد رفیق من چون می‌بینه من خیلی اصرار میکنم، از من دق میشه، هیچی هم نمیگه، میگه خور برو دوست شو. اگر من بر از اون میگفتم خب من به این خاطر باید دوست میشم که یه آدم میتونه کمک کنه، مؤثر باشه برای من، مرا رشد بده و همچنین برای تو میتونه مؤثر باشه، تو رو رشد بده، واضح تر میکردم پیامه یا مسئله یا مفهومی که در ذهن خود من بود او رو باز میکردم، بهتر متقاعد میشد و زمانی که متقاعد میشد کمک میکرد که حتی روابط ما هم بهتر بشه. پس اگر که اون معنایی که شما در ذهن خود دارین، اون معنا رو بتونین برسانین به ذهن گیرنده، اونجی باعث از این میشه که ارتباط شما هم کامل تر بشه. اگرچه نحوه ارتباط برقرار کردن با افراد مختلف در انواع موقعیت ها متفاوته، اما اصول ارتباط در موقعیت های مختلف زندگی عام، خانوادگی، شغلی و اجتماعی همه یکسانه. با فراگیری اصول و حذف موانع ارتباطی امکان تعمیم یکی به دیگری وجود دارد. شخصیت ها متفاوته، انسان ها متفاوت فکر میکنن. اگر من قرار باشه با این برادر صحبت کنم، باید به روش خودش صحبت کنم. اگر بخوام با این خواهر صحبت کنم، باید به روش خودش صحبت کنم. ولی اصول اساسی یک چیزه،
اصول اساسی یک چیزه. مثل چی میمونه؟ مثل نسخه و قلم. دکتر زیاد داریم، داروهای زیادی داریم، ولی اصولش چی؟ اگر شما بخواید دارو رو برای مریض تجویز کنین، اصولش چیه که باید کاغذ نسخه شما باشه، قلم هم باشه. این اصول ابتداییشه دیگه. باید بلد باشین که همون رو بنویسین. نوشتن خط انگلیسی با هم با نام همون دارو یکی از اصول دیگه اینه. حالا شما یک داروی دیگه می‌نویسین، اینا یک داروی دیگه می‌نویسن. شما یک داروی دیگه می‌نویسین، اینا یک داروی دیگه. 4-5 مدل دارو برای یک نسخه میه. ولی اصول ابتدایی یک چیزه. مثلا همون نوشتن باید شما بلد باشین. نام همون داروها رو باید بلد باشین و خود نسخه‌های کاغذ نسخه مربوط خود شما باید داشته باشین. دقیقاً شفرین هم باید بلد باشین که مربوط به همون دواخانه خود شما میشه. چون در دیگه دواخانه در دیگه دواخانه پیدا نمیشه. یعنی در کل اصول هر چیزی وجود داره. ای که تفسیرها متفاوت میشه بر مبنا و میتونیم بگیم اصول پایه هست، فاندامنتال قضیه هست و بر روی از او هر مدلی که ایجاد میشه این نشان میده که خود شخص منحصرش میکنه به خودش. مثل ارتباطات، ما با انسانها به روش خودشان با مدل خودشان ارتباط برقرار میکنیم. یعنی هر کس خصلتی داره، یعنی یکی نیست، یک مدل نیست، همه مدلهای مختلفی داره. اگر ما با اونا ارتباط برقرار کنیم به مدل خودشان، ولی اصولش یک چیزه. حالا پیشتر میریم که بریم ببینیم که اصول از اینا هم حتی چی هست، چه چیزهایی ارتباط ما و شما را ساده میکنه. ارتباط ما و شما را پذیرش و اعتماد، ابراز علاقمندی و توجه نشان دادن، ابراز احساسات، مثبت نگری، مثبت گویی، مثبت اندیشی، تلاش برای درک نیازهای فرد مقابل، توضیح خواستن برای روشن شدن موضوع، خلاصه گویی، رفتارهای غیر کلامی مناسب و اینا تسهیل کننده ها هستن. یعنی ارتباط ما و شما رو در یک جریانی، در یک ارتباطی بسیار ساده میکنه. پذیرش و اعتماد. این که طرف مقابل اول بپذیریم که با اون ما ارتباط میخوایم برقرار کنیم یا نه. شما میرین یک نفری هست یا خانم یا آقا اصلا علاقه نداره که ارتباط برقرار بشه، نمیپذیره که اصلا ارتباط برقرار بشه. ابراز علاقمندی و توجه نشان دادن، اصلا توجه نشون نمیده. شما حالا هی پیام میدی، هی صحبت میکنی راجع به یک مسئله، میگه همینچی قضیه، همینچی موفقیت به دست آوردم، همینچی کاری رو کردم، یه همینچی کاری قراره بشه. از سیاست میگن، از مسائل اجتماعی میگن، از همه چی میگن، ولی طرف مقابل شما هیچ علاقه ای نداره. چطوری بفهمیم که او علاقه نداره؟ باز در زبان بدن ما یک سری علامت ها داریم که با او علامت ها میفهمیم که این آدم اصلا علاقه داره با ما صحبت کنه یا نه، یا منظور مفهومش چی هست. ابراز احساساته. یعنی هر قدر شما دقیق تر و واضح تر احساس خود بیان کنین در او ارتباط، نشان میده که چی؟ ارتباط ساده میشه. مثبت نگری، مثبت گویی، مثبت اندیشی، اینا ساده میکنه ارتباطه. اگر ما هیچ کدوم از ما و شما اینطوری بگیم، هیچ کدوم از ما و شما علاقه نداریم با آدمهای منفیگرا در ارتباط باشیم، یا آدمهایی که خیلی شکایت میکنن، با آدمی که بشینه مثلا شما رو انرژی بده، شما رو شاد کنه، سرحال بشین، چیزای خوب بگه، چیزای بگه که احساس امیدواری کنین، دوست دارین با او بیشتر ارتباط برقرار کنین، دوست دارین با او بیشتر باشین، با او در ارتباط باشین. ولی اگر یکی بگه والله زندگی هم نیه، چی وضعیه، کار پیش نمیره، پول نداریم، بی پولی، آقا گوشنه موندو، صبحونه نخوردیم، گرمه، ایرکاندیشن تبدیل به چی شده؟ به بخاری شده. از این چیزها رو بخوایم بگیم، اگر با یک نفری که مدام شکایت میکنه، شکوه داره، از همه چی میناله، از عالم و آدم، از خدا، از همه چی شکایت داره، هیچ میگه بابا یه عجب آدمی خسته کنیه، انرژی منفی تولید میکنه. پس مثبت نگری، مثبت گویی، مثبت اندیشی تسهیل کننده ارتباطه. تلاش برای درک نیازهای فرد مقابل. اگر یک شخص صحبت میکنه، ارتباط میاد باشون برقرار میکنه، همین که تلاش میکنه خب چی شد دیگه، چطور به نظر چطوری میشه که ایر برطرف کرد، من فکر میکنم اگر این کار کنی بهتر میشه، بازخوردهای خوب با او بدیم، همدلی با او کنی، باعث از این میشه که چی؟ نیازهای از او فرد درک کردیم، فهمیدیم چی نیازی داره، کمکش داریم میکنیم. توضیح خواستن برای روشن شدن موضوع. فلانی خب میشه یک توضیح بدی که ما بفهمم همین گپ سر چیه، موضوع چیه، چرا ای تو ناراحتی، یا فلانی چرا از تو دق بود، توضیح میخوای، این باعث میشه ارتباط قوی تر شه. ولی اگر شما او هر چی بگه شما
مثل مجسمه میشونه. خب بعدش چی شد؟ این باعث عظیم میشه که چی میگه؟ بابا این اصلا نه روح داره نه احساس داره، این مال گذاشته سر کار. ها توضیح خواستم برای روشن شدن موضوع، وقتی توضیح میخواییم که واضح کنه بر ما قضیه را، خیلی راحتتر و بهتر میتونیم بفهمه واقعا آیا این گپش درسته یا غلطه. ولی ما اگر مبهم باشه پیام، خود ما هم نمیفهمیم پیام مبهم و غیر آشکار، باعث عظیم میشه که واقعا نتونیم کمک کنیم. چون هدف ما این است که بخوایم ارتباط برقرار کنیم تا اینکه روابطمون رو گسترش بدیم، موفقیت‌های بیشتری به دست بیاریم و یکی در جامعه محبوب باشیم. شهرت خود ساده ای، در 24 ساعت هم شما میتونید مشهور شید، ولی محبوبیت سخته. اینکه در دل‌ها نفوذ کنیم سخته. پس باید ما بتونیم نوع ارتباط خود خوره ارتقا بدیم و کیفیتی رو ببریم بالا. خلاصه گویی، صحبتایی که میکنه شخص، شما میتونید چیکار کنین؟ خلاصه صحبتایی که کرده در بین وقفه‌های کلامی که داره میتونید برش بگین. این نشان میده که شما چقدر به او توجه میکنین. ولی اگر نه، همون قضیه بت زهرماره دیگه. مثل مجسمه ابوالهول که میگن، که او طرف میگه پدرم فوت شده، این رقم و رقم، همه چی در دست شما میشه دیگه. خب او هم میگه نه، این تو فایده نداری، اصلا توجه نمیکنه بر من. یا ای که آها، اینو میخواستم بگم، تکنیک سیاه. اگر خواستید یک وقت دیدین یکی خیلی شما رو داره اذیت میکنه، یعنی مدام به شما چسبیده یا ول نمیکنه، وقت شما رو میگیره، فقط زمانی که خواست ای شروع که صحبت کردن، شما سرخوره به یک چیزی گرم کنین، او خیلی وحشتناکه، او دیگه تخریب شخصیتی، ما او رو توصیه نمیکنیم. بعد میتونید خود درگیر کارهای دیگه کنین، صورت حتی برگردوندن به او طرف، یا ای که مثلا اصلا کلن جهت تغییر کنه، یا ای که معذرت کار دارم، کارا خور انجام بدی. خب میگفتی بگو. هی کارا خور انجام میدی و همچنان او صحبت میکنه. بعد از دقیقاً بعد از دو سه جلسه یا دو سه برخوردی که شما این چنینی با او داشته باشین، او شخص متوجه میشه که اشتباه داره میکنه. یعنی این کمک میکنه برای شما که از شر افرادی که خیلی دیگه پرحرفی میکنن خلاص شین. رفتارهای غیر کلامی مناسب باید داشته باشین. مثلا اینطوری نباشه که رفتارهای غیر کلامی برمیگرده کلن رو چی؟ رو بدن، بادی لنگویج، زبان بدن باید هماهنگ باشه. یا بعضی هستن میخوان اکت کنن نمیتونن، مایی که مثلا گرفتن میگن که سلام ای دوست، کجا میروی؟ به شهر یار. ببینید زبان بدن هماهنگی باید با خود کلام داشته باشه. اگر که ما زبان بدن ما با کلام ما هماهنگی نداشته باشه، باعث از این میشه که چی؟ ما نتونیم ارائه دهنده خوبی باشیم، یا نتونیم انتقال پیام خوبی رو داشته باشیم، یا حتی نوع نگاه ما و شما خیلی تاثیر داره. داریم صحبت میکنیم. خب طبق گفته های جناب آقای اینشتین گفته بودن که غلبه بر بعضی چیزها ایوه ای طریقه. حالا نگاه او طرفه، همه دارن شما رو نگاه میکنن، نگاه او طرفه، نه نگاه چشمی باید داشته باشیم و مشخص و واضح باشه. دید چشمی، یعنی منظوری که پیام چشم ما خیلی میتونه کمک کننده باشه. ولی اگر نه، مثلا سرم پایین باشه، خب فلانی همی تا هست، همی گپ ها هست، برای هر شما میتونید که اینا رو هم دقت کنین. خب به هر صورت این کارها رو باید همه گه انجام بدیم تو ارتباطات کلامی خوبی داشته باشیم. اینا مشکله؟ نه، زمانی که ما ارتباط برقرار میکنیم، ارتباط چشمی با باید درست باشه. اگر یک مخاطب داریم، نگاه چشم به چشم خود داشته باشیم. و حتی اگر احساس میکنه مثلا طرف خانومه، به خاطر از اینکه بعضی به احساس شرم نکنه یا براش سوء تفاهم ایجاد نشه که شما دارین او رو نگاه میکنین، یا یک آقا، بعضی وقتا میتونه که نگاه مستقیم چشمی خود برداریم به یک موضوع دیگه، یا پایین نگاه کنیم یا بعد نگاه کنیم. ولی ارتباط چشمی باید باشه، به خاطر از اینکه نیازه. و نیت پشت نگاه شما و نیت پشت صحبت‌های شما فهمیده میشه از طریق نگاه. این خیلی مهمه. خب دوستای بزرگوار، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. امیدواریم که خسته نشده باشین، شاد و پر انرژی باشین. ایام بکام.